سلام من واهاگم توی این سری از ویدیو میخوایم در ارتباط با مینایو با هم صحبت بکنیم ویدیو شماره دوم هستیم و اگر خاطرتون باشه توی ویدیوی قبلی با هم در ارتباط با یه سری از موارد کلی مثل اینکه مینایو چیه کجاها میتونیم ازش استفاده بکنیم و چه ویژگی هایی داره بررسی کردیم و صحبت کردیم و توی این ویدیو میخوایم یه سری از موارد فنی رو به صورت تئوری باز با هم بررسی بکنیم یکم سیم پیج بشیم یکم همزبون بشیم با هم و در طول دوره از این زبان مشترکی که پیدا کردیم میتونیم استفاده خیلی خوبی بکنیم خب توی این سری این ویدیو یعنی ویدیو شماره دو میخوایم در ارتباط با کلا استری صحبت کنیم که آقا اصلا چون خیلی باب شده به جای آبجکت استوریج میگن استری و اینکه اصلا استری چیه و یعنی چی و چ... چرا بهش میگن استری و از کجا اومده خب اول از همه یکم موارد رو خیلی بیسیک میگم توضیح میدم و راجبش صحبت میکنم شاید خیلی از این موارد رو که به صورت بیسیک فقط بهش اشاره میکنیم خیلی به صورت یه دید کلی داریم بهش نگاه میکنیم و اگر بخوایم به صورت خیلی جزئی و دیتیل بررسیش بکنیم خب تایم خیلی بیشتری میگیره ولی خب میتونیم با یه سرچ ساده تفاوت بیشتر و عمیقتری رو پیدا بکنیم خب ما سه نوع تایپ استوریجی داریم که اینجا میخوایم با هم بررسیشون بکنیم و این سه تایپ به این حالتن بلاک استوریج آبجکت استوریج و فایل استوریج خب اسامی دیگه ای مثل دقیقا شکل پایین رو اگر ببینید فایل استور بلاک استور و آبجکت استور رو هم داریم خب هر کدوم رو که راحت ترید باهاش میریم جلو هیچ فرقی نداره من با موارد بالا بیشتر راحت ترم و با اون میریم جلو من با فایل استوریج شروع میکنم و میریم که ببینیم اصلا منظورش چیه و چیکار میتونیم بکنیم خب فایل استوریج همین جوری که از اسمش معلومه فایل استوریج اگر بخوایم توی یه جمله معرفیش بکنیم به ما خدمت و سرویس فایل میده و یعنی چی یعنی اینکه ما برای اینکه بتونیم به فایل استوریج ارتباط بگی... با فایل استوریج ارتباط بگیریم باید با استفاده از یه پترن خاصی یا به اصطلاح یه حالت خاصی که به حالت سلسله مراتبی میگن ارتباط رو بگیریم مثلا ما یه فایلی داریم که داخل فولدر یعنی چی برمیگردم من توی شکل صفحه قبلمون اینجا مثلا شما فکر کنید میخواید به این فایل دسترسی داشته باشید خب شما قبلش باید به این سرور دسترسی یا یعنی به این استوریج دسترسی داشته باشید بعد باید به این فولدر دسترسی داشته باشید بعد باید به یه فولدر دیگهی ای که اینجا دسترسی داشته باشید و بعد به این فایل شما دسترسی دارید خب این در واقع همون حالتیه که گفتیم یه سری سلسله مراتبی رو ما داریم طی کنیم تا میرسیم به اون فایلی که داریم نوع فایلی که ذخیره میشه مهم نیست میتونه جیسون جیپک یا هر چیز دیگه ای باشه ولی نکته ای که وجود داره اینه که ما این رو توی یه دونه به اصطلاح فایل داریم ذخیرش میکن... میکنیم و به عنوان فایل داریم نگهداریش میکنیم عموما دیوایس هایی که برای این کار دارن استفاده میشن نس ها هستن الان یه سری سوالاتی پیش میاد که خب ما آی رو داریم بله و میتونیم از بعضی از نس ها آیسکازی بگیریم بله خب اون تایپ در واقع یه حالتیه که شما یه دونه به اصطلاح فولدری یا یه دونه دیسکی به عنوان یه فایل دارید روی همون فایل استوریج میسازید یا حتی میشه گفت که اون سرویس یه خدمت تقریبا بلاک استوریجی هم داره بهتون میده ولی خب بهتره که این کار انجام نشه چون توی محیط های عملیاتی واقعی به یه سری مشکلات و لیمیتیشن ها میخورید موردی که وجود داره اینه که خب ما دیتا رپلیکیشن داریم چون عموما فایل استوریج ها کاری که دارن انجام میدن عموما رید 5 بسته میشن و یا رید یک بسته میشن که دیتا به صورت میرورد ذخیره بشه که نگهشون داریم هر کدوم از این مواردی که من اشاره میکنم نمیگم خوبن نمیگم بدن خب هر کدوم از دیدگاه های متفاوت مزایا و معایب خودشون رو دارن ولی خب دیدگاه ها واقعا متفاوته به صورت مرکزی دارن نگهداری میشن و ما اگر بخوایم مثلا یه فایلی رو مثلا خارج از اون نسی که داریم نگهداری میکنیم به صورت لایو بتونیم رپلیکیت بکنیم خب به یه نس دیگه نیاز داریم عموما اینا رو سطح لند دارن کار میکنن یعنی کابل شبکه دارن کار میکنن موارد موارد, موارد مواردی هم داریم که با فیبر کار میکنم ولی خب بوده هزینه ایشون با هم متفاوته ما نیاز به خرید دستگاه داریم نیاز به نستوریج داریم نیاز به خرید دیسک داریم و خب اینا هر کدوم مشکلات چالش ها و هست ها و معایب خودش رو داره من فقط همه اینها رو دارم اشاره می کنم که بتونیم با هم بررسیشون بکنیم بعضی جاها سرویس مشکلات پرفورمنسی دارن بعضی جاها واقعا مشکل پرفورمنسی ندارن و اگر دیوایس خوبی استفاده بشه هیچ وقت به مشکل پرفورمنسی نمیخوره مواردی در ارتباط با سکیل کردنشون داریم باید شما یه دستگاهی رو اگر میخواید سکلل کنید یا بیشترش بکنید اگر یعنی تعداد مثلا حجم حجمی اگر کم آورده باشید میتونید دیسکاش رو ریپلی، ریپلیس بکنید و خودش میتونه خود نسا عموما میتونن که دیسک رو بعد از اینکه اگر رید 5 دارید دیسکا همه چیز شدن عوض شده مثلا دو ترابایت بود شد چهار ترابایت امکان امکان داره که بهتون اجازه اکسپند کردن داشته باشن ولی بعضی از اونا هم لیمیتیشن دارن و این کار رو اجازه نمیدن خب هر کدوم مزایا و معایب خودش رو دارن و اگر بخوایم که فایل بگیم که فایل استوریج خوبه یا نه خب نمیتونیم فعلا بگیم چون دو تا استوریج بعدی رو با هم بررسی نکردیم بذارید با هم بررسی بکنیم و بعد به یه جنبندی میرسیم که کدومش بهتره خب بلاک ستوریج ساختار بلاک ستوریج به چه, سک... به چه, شکلی هست؟ به این شکلی که شما وقتی دیتا رو میفرستید سمتش اونو به سکتورها یا به یونیت های کوچیکی تقسیم میکنه و هر کدوم از این یونیت ها رو عموما توی یه دیسکی نگهداری میکنه و با توجه به نوع ریدی که دارید این تقسیم بندی انجام میشه و شما سرویس سن رو دارید ازش میگیرید یا به اصطلاح بلا سرویس بلاک داره یا بلوک یه بلوکی از یه استوریج رو داره در اختیار شما قرار میده Uh, یه سری از مواردی که واقعا دارم توضیح میدم ممکنه یکم گنگ باشه اگر واقعا گنگه لطفا راجع به شیسترچی هم بکنید که اطلاعاتتون کامل تر باشه چون uh, هدف ما توی این دوره uh, دیپ شدن روی مینایو مین, مین هست خب uh, در ارتباط با بلاک ستوریج اگر بخوام توضیحات بیشتری بدم به این شکلی که به شما به جای اینکه سرویس فایل بده یعنی اینکه شما به صورت مثلا توی ویندوز بکسلش بک ارتباط بگیرید دقیقا این رو به سیستمتون مانت میکنه و شما اون رو به عنوان یه دیسک میبینینش خب مزایا و معایب و بررسی کلی به تب از فایل ستوریج گرونتره چون عموما بلاک ستوریج ها که روی سنها کار میکنن سویچ های مخصوص به خودشون رو دارن سن سویچ دارن و عموما باید روی فیبر کار بکنن رید خوبی دارن خب یه سری دیسک هایی دارن که این دیسک ها فقط برای کشینگ که SSD میشن عموما یا جدیدن MVME هم روش میذارن پیچیده خیلی, خیلی از لحاظ نوع دستگاه پیچیده تر است. سن ها هستن ریدورایت بالاتری نسبت به سن ها دارن پس به تب گرونتر هم هستند. در ارتباط با سکیل، بودنشون خب پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن به صورت خیلی راحت سکیلبل نمیشن عموما چون اگر سن, سن استوریجی حجم دیسکش خب شروع به پر شدن بکنه امکان اضافه کردن دیسک رو داریم ولی چند تا نکته توش وجود داره و اون نکات اینه که شما روی اون بلاک استوریج ممکنه دیتا داشته باشید و تغییر روی دیسک ها اضافه کردن خرید دستگاه و همه اینها مستلزم اینه که شما بتونید یه بکاپ خیلی خوب داشته باشید ولی باز میگم این نه مزیت داره حساب میشه نه عیب داره حساب میشه ساختار بلاک استوریج به این شکله و میتونیم با این دید بهش نگاه بکنیم خب تا اینجا ما دو تا تایپ استوریجی رو با هم بررسی کردیم فایل استوریج و بلاک استوریج و میریم برای آخرین تایپ استوریجی ما که آبجکت استوریج هست خب آبجکت ستوریج قبلتر یه دوره خیلی کوچیکی که انجام بدیم uh, اگر یادتون باشه نسها ها یا فایل ستوریج اون رو به عنوان uh, یه فایل توی یه فولدر نگهداری نگه میکردن توی سن uh, ما به یونیت های تقسیمش میکردیم و توی uh, Object Storage ما به هر کدوم از اون فایل های یا به هر کدوم از اون دیتا هایی که سمت Object Storage میفرستیم به عنوان یه Object نگهداریش میکنیم خب یعنی چی یه, ا... یه Object؟ یه, Object سه تا ویژگی داره یه ID داره یه متا دیتا داره و خود دیتا هست خب حالا ID و متا دیتا و دیتا چیه؟ شما برای مثال میخواید همین فایل پی رو یا ببخشید همین فایل پاورپوینت رو داخل یه دونه آبجکت ستوری زخیرش بکنید خب اولین اتفاقی که میفته آبجکت storage موقعی که فایل رو براش ارسال میکنید یه دونه آیدی به این فایل اختصاص میده که عموما یه یو و این آیدی کاملا یونیک هست مورد دوم یه سری متا دیتا راجع به فایلتون داره سایز چقدر اسمش چیه و کلم چیه یه سری اطلاعاتی تک های مخصوص رو میتونه بزنه و موارد مشابه و مورد آخر خود دیتا یعنی چیزیه که به صورت کاملا یونیک داخل اون آبجکتی که براش ارسال شده چی وجود داره خب آبجکت استوریج برای کجاها استفاده میشه چرا استفاده میشه و باز یه سری مزایا معایبش رو میتونیم با هم چک کنیم برای عموما وبسایت هایی که استاتیک کانتنت اپلیکیشن یا اپلیکیشن هایی که کانتنت ثابت مثل مثلا بلاگ ها مثل سرویس های سرویس هایی که تعداد عکس یا ویدیو خیلی زیادی دارن نگهداری میشه و مخصوص آن استراکچر دیتا هاست مثل ویدیو مثل عکس از لحاظ پرفورمنسی خب با توجه به سخت افزاری که در اختیار داره متفاوته با توجه به پلنی که روش وجود داره اگر از سرویس های پابلیک و کلاود دارید استفاده می کنید متفاوته سکیلیبل بودنش باز توی محیط های آن پرمیس و توی محیط های کلاود متفاوته ولی عموما قابلیتش نسبت به سن و نس یا فایل و بلاک ستوریج راحتتر سریعتر قابل اسکیل کردن هست مخصوصا توی محیط های کلاود از لحاظ پرفورمنسی که راجبش صحبت کردیم و عموما سرویس گرونیه یعنی جزء سرویس های گرون داره حساب میشه ولی این گرون بودن رو ما باید برای کاری که داریم انجام میدیم مقایسش بکنیم ولی در حالت کلی توی سرویس هایی که سرویس کلاود داره یعنی توی سرویس های کلاود جزو سرویس هایی حساب میشه که گرون هستن و یه نکته ای که در ارتباط با آبجکت استوریج وجود داره اونم اینه که شما موقعی که یه دونه از این آبجکت ها رو میخواید تغییر بدید یعنی برای مثال این دیتا, دیت دیتا رو که داشتید ارسال می کردید به یه دلیلی این وسط یه کانکشنی دراپ یه شد کانکشن بریک شد یا هر اتفاقی افتاد شما به طور کامل اون آبجکت رو از دست میدید و باید از نو no و باید از نو no آپلودش بکنید ولی این داستان بعضی وقتا توی مثلا ویندوز موقعی کپی کردن اون پیش اومده که کانکشن که از دست میده خب خودش همونجا پاز میکنه و امکان پلی کردن و ریزوم کردنش حالا پلی کردن درست نیست ریزوم کردنش وجود داره خب بریم جلوتر و با هم در ارتباط با آبجکت ستوریج هایی که روی کلاود وجود دارن صحبت کنیم خب تا کلاودی که ما داریم و عموما بررسیش می‌کنیم هر کدوم برای این آبجکت یه اسمی در نظر گرفتم. آمازون استری یا آمازون سیمپل استوریج سرویس. خب استری از اینجا اومده. سیمپل استوریج سرویس. خب مایکروسافت اجور همین رو اژور بلاب استور میگه یا آه, گوگل یه اسم دیگه یا دیجیتال اوشن یه اسم دیگه ای براش داره خب ما اول ویدیو یه سوالی پرسیدیم که میخواستیم آخر ویدیو به این سوالمون جواب بدیم و اون هم این بود که بین این سه تا تایپ استوریج کدوم یکی از همه بهتره و دقیقا سالمون این بود The best one هیچ کدومشون بهتر نیستن شما باید با توجه به این که چه نیازی رو داری ستوریجتون رو انتخاب کنید دلیل نمیشه برای اینکه الان Object Storage ترنده پس بهترینه نه ممکنه جایی شما میخواید از جایی نیاز به یه نوع ستوریجی دارید که بهترین حالتش همون حالت سنتی یا همون ابتدایی ابتدایی باشه که شما دیسکتون رو به صورت لوکالی روی سیستم خودتون نگه دارید یا جایی نیاز باشه که شما برید سمت Object Storage یا جایی شما نیاز دارید که برید سمت فایل یا بلاک استوریج پس هیچ کدوم از این Storage ها مزیتی نسبت به اون یکی ندارن و کی این مزیت ایجاد میشه با توجه به نیازی که وجود داره حالا نیازه چیه؟ نیاز یعنی این که شما به یه مسئله به یه چالشی که میخورید بعد شروع میکنید به انتخاب زیر هاتون انتخاب نی... انتخاب مواردی که میتونن به این نیاز پاسخ بخ... بدن مثال دیگه ای که میتونم براتون بزنم اینه که شما نمیتونید بگید که من میخوام یه دونه سرور بخرم خب مثلا روش میتونم برای مثال 128 گیگرم بذارم با مثلا یه سیپیو پی یا مثلا سیلور نول... نورمال خب برای چه کاری این رو میخواید برای این میخواید که مثلا یه دونه برای مثال یه دونه وی سنتویس یا مثلا اوبونتو بیارید بالا که صرفا یه دونه داکر روش رانه و مثلا این مثلا کلا هم 10 تا کانتینر روش وجود داره و این کانتینر ها هم مثلا توی روز مثلا 100 تا بازدید دارن هر مثلا به صورت جمع خب نه این استوریج با... یا این کانفیگ برای این اه... نیاز شاید زیاد باشه ولی یه جای دیگه شما فقط اه... مثلا نیاز دارید که اه... نیاز دارید و مجبورید که فقط 128 گیگ یا مثلا حتی بیشتر 512 گیگ رم به یه دونه یکی از کلاستراتون بدید و این کلاستر فقط کارش مثلا ارتباط دادن بین بین سرویساتون هست خب پس نمیتونید با یه دید تصمیم گیری بکنید باید نیاز رو اول شناسایی بکنید و با توجه به نیازی که وجود داره به اون نیازمندی جواب بدید و بتونید بهترین انتخاب رو داشته باشید امیدوارم تونسته باشم یه سری از موارد کلی رو براتون توضیح داده باشم اگر سوالی وجود داره لطفا از همون بپرسید یا اگر نکتهی وجود داره حتما به همون بگید و اگر به نکتهی برخوردید که فکر میکنید میتونید اون رو با ما شیر کنید که و با دیگران هم شیر کنید که یاد بگیریم حتما بنویسید و کمک بکنید که همه با هم یاد بگیریم مرسی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و وقتتون بخیر